خواهند و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی. من محمود وثیق در برنامه تفاهم در پرتو قرآن در تلویزیون زرین خدمت شما بینندگان گرامی هستم که جای بسیار خوشی و سعادت و امروز روز شنبه طبق معمول که من برنامه های من روز شنبه سر ساعت 12 به وقت کالیفرنیا شروع میشه و تا ساعت برنامه من. امیدوار هستم که هفته خوب و خوش را بینندگان گذشته باشند و ما در این هفته صحبت من روی یک مطلب به نام اسلام گرایی یا اسلام گراها سریع صحبت ما هست، اما بریم روی صحبت خود. واقعی علمناکه که در ولایت غور افغانستان اتفاق افتاد، واقعی دردناکه که راستی متاثر کننده است، دردناک است. و این واقعات البته همچون واقعات هر روز و هر هفته و هر ماه ما شما شاهدش هستیم، ما شما میبینیم، میشنویم از رادیوها و تلویزیونها که بسیار دردناک است. و این حادثه یک حادثه دیگه است که باز هم هموطنهای عزیز و بیچاره ما را بگویم، برازی که اینا کارگرهای بسیار عادی بودن، انسانهایی که هر کدام از اینا نانبیار فامیل بودن، یا پسر جوان یا پدر جوان یا پیر، به هر سن سالی که بودن تقریبا 30 نفر از همی کارگرهای عادی که یک تعدادش هیزم جمع میکردن و یک تعدادشون چوب جمع میکردن و برای زندگی روزمره خود همو بسیار تب و تلاش را میکردن و تا بتانند که یک لقمه نان برای فامیل خود ترتیب بدن، تهیه بکنن. اونا را همی داعشی ها را بودن و بیرحمانه قتل عام کردنشان. 30 نفر، در حدود 30 نفر یا کمی بیشتر، که این واقع راستی دردناک است برای از اینکه او فامیل ها، یعنی 30 نفر را نکشتن، در حقیقت 30 فامیل اینا از بین بردن، برای اینکه فامیلایی که به این حد مشکلات دارن و این حد از نظر اقتصادی دچار مضیقه هستن و یک نفر از اون فامیل که نانبیار فامیل هست، پدر فامیل هست یا پسر جوان از اون فامیل هست، به این شکل بیرحمانه از بین میره. خب واضح است که فامیل فوق‌العاده در حالت بسیار بد قرار می‌داشت باشن، نه ای که از یک طرف اندوه و غمی که عزیزای خود را از دست دادن، ولی از طرف دیگه که چی بخورن، چی بکنن. اینا ما کسایی که در غرب زندگی میکنیم و زندگی های مرفه و آرام داریم، شاید با وصف که از ریشه ما هم از امو کشورها آمدیم، از امو کشور آمدیم و درک کرده خوبتر میتانیم تا او کسایی که در کشورهای شرقی زندگی نکردن، در کشورهای فقیر و بیچار زندگی نکردن، منظورم غربی ها هست، شاید اینا امو احساس چیز دارن، ولی امو را حقیقتا امو صحنه را درک کرده نمیتونن که چی یک حالت در اونجا میگذره. ولی ما و شما این درک کرده میتونیم برای اینکه وطن ما بوده و ازش آگاه هستیم که چی میگذره و چی میبینیم، که خداوند روح از اونا را شاد داشته باشه. ولی روح از اونا شاد است، اونا شهید است، شک درش نیست، ولی درد ما، درد عزیز که مسلمان توسط مسلمان نماها کشته میشه، هنوز هم مسلمان به عقیده است که اونا مسلمان هستن، کلمه میخوانن، چطور کنیم دیگه، کلمه میخوانن. اصلا اون کلمه خواندن هیچ ارزش، اصلا اون توهین به اون کلمه خواندن است. میدونین اون کلمه خواندن، اینا کسایی هستن که
بزرگترین توهین به او کلمه کردن، بزرگترین توهین را به دین و به خدا و به انسانیت کردن. اما مسلمان ما باید به حال بیاید که اینا مسلمان نیستن، اینا بدترین کفار هستن. یعنی من نمیگم که کفاری که شاید ما و شما برخوردیم، شاید چون در دنیای غرب وقتی ما زندگی میکنیم میبینیم که کسایی هست چون آزادی بیان هست، آزادی عقیده هست. ما خودم بارها شنیدیم، از طریق رادیوها شنیدیم که فرزند کسی زنگ میزنه به رادیو و میگه که من خودم به خدا عقیده ندارم، ایتیست هست و میگه. خب همین آزادی هست و این آزادی چیز بسیار خوبم هست، صراحتا میگه عقیده نداره. اینا کسی که خدا را رد میکنه، خب ما میگیم خب این خو کافرت، برای دیگه خدا را خودش میگه که من نمیشناسم. اصلا ما اول حق امیر نداریم که بگوییم، حق ازیر نداریم که امون نفرم ما کافر بگوییم، برای دیگه ما خبر نداریم از قلب از او، ما خبر نداریم که خدا با او، خدا او را، خدا او را چطور میبینه، ما او را درک کرده نمیتونیم. یعنی ما این صلاحیت را برای خود نتیم و ما امی حق را برای خود نتیم. میشنویم، بلی بشنویم، میبینیم، میشنویم، اما چرا ما امی کلمه را ابراز بکنیم که اینا کافر است؟ مربوط خودش، مربوط ما نیست. اما او صادقانه ابراز کرد که من به خدا اعتقاد ندارم، ایتیست هستم یا اگناستک یا خدا را نشناختیم یا به هر شکلی که هست مربوط از اون. اما از نظر اصطلاحی که من این مطلب یاد کردم که اگر اون را او هم کافر هست، اگر ما فکر میکنیم که خب همچون انسان وقتی اعتراف میکنم خیلی کافر است، اما این کسایی که داعش و طالب و القاعده و هر گروه ناجوره که بود در جهان تعداد از یا بسیار زیاد هست، اینا بدترین کفار، بدترین جانورا، بدترین مشرکین، بدترین حیوانات موذی و ناجور هستند. بدترین موجودات در جهان امینا هستند. یعنی این من به خاطر به می صراحت یاد میکنم که من متاسف هستم از طرف مسلمان های خود میشنم که اینا خوب کلمه میخوانن. و برادر اگر توی را اگر کسی به یقیده است که خوب کلمه میخوانه، هر جنایتی که میکنه ولو کلمه میخوانه، من براتان به صراحت میگم که ایمان خودتان خلل جدی داره، ایمان خودتان خلل جدی داره. شما ایمان درک نکردین، شما باید ایمانتان تجدید بکنین، ببینین که ایمان یعنی چی. یعنی هر کس باید بگوید که من کلمه میخوانم، من مسلمان هستم، قتل میکنه، چور و چپال میکنه، تجاوز میکنه، سر طفل، سر دختر، سر پسر، پیر میکشه، جوان میکشه، هر چیزی که بخواه حیف و میل میکنه، مسیح میکشه، زردشت میکشه، یزیدی میکشه، برای مسلمان میکشه، شیعه میکشه، سنی میکشه. و شما هنوز میگین که خب والا کلمه میخوانه، شما خودتان ایمانتان بسیار به خطا رفته. ایمانتان درست بکنید، ایمان خود شما اصلا ایمان درست نیست. اگر خواهرم هستین، اگر برادرم هستین، به خاطر خودتان میگم ایمانتان ایمان درست نیست. ایمان انسان، ایمان عقیده انسان وقت درست است که وقتی میبینه یک عمل خراب را میبینه نکوهش بکنه، از هر کسی که سر میزنه. شاید همی عزیزای ما بگه که ما نکوهش میکنیم عمله، ولی نه نه منظورم این نیست، نکوهش میشه ولی، ولی او که وقت است که یک عمل اشتباهن سهوان از طرف یک انسان انجام میشه، بله و نکوش میکنی بره. ولی نفر مسلمان بوده، نفر مومن بوده، نفر آدم خوبی بوده، همچون اشتباهی از پیشش سر زد، بله این درست است. اما او انسانهایی که ما این روز میبینیم مثل داعش و القاعده و طالب و اینا، اینا که من گفتم جانورهای بسیار خطرناک هستند، بدترین کفار در
از طریق دین از برداشت از قرآن هست اینا، برای که اینا عملا قصدن انجام میتن و فقط پلان امیر دارن که همچو چیزها را انجام بتن، چطور در کمین باشن که یک گروهی را پیدا بکنن و اونا را دستگیر بکنن، اونا را از بین ببرن، اونا را تیپ و میل بکنن، مالشان و دارایشان و خودشان به خاک خون بکشانن. اینا کفار اصلی هستن، کفار واقعی هستن. باز تأکید سر تأکید کردم تا بینندای ما خودشان اگر از عقل سلیم برخوردار هستن، که الحمدلله زیاد هستن، دقت بکنن که چی میگن. ما همچو انسانها را مؤمن گفته نمیتونیم، همچو انسانها را مسلمان گفته نمیتونیم. اینا حتی بدترین از من میگم بدترین جانورا هستن، به خاطر که اینا اسلام را، ایمان را، نماز را، کلمه را ازش سوء استفاده کردن تا انسانهای خوش باور را فریب بدن، تا در جامعه یک تعداد بگن که کلمه میخوانن، مثل که ما میشنویم. اینا اصلا قطعا مؤمن نیستن، قطعا مسلمان و مؤمن نیستن. اینا بلکه دشمنی از اینا بدترین دشمن خدا، رسول خدا، کتاب خدا و بالاتر از او دشمن بشریت هستن. برحال همونطور که من یاد کردم که من در این برنامه سر مسئله اسلامگرایی، اسلامگرایان صحبت میکنم، البته باید یاد بکنم که این مسئله، همین کلمه گراییدن یا گرایش کردن، یک کلمه است که تقریبا کلمه خوبم هست. اسلامگرایی هم در اصل از نظر لغوی اگر ما این مورد دقت قرار بدیم چیز خوبی هست. اسلامگرایی یعنی انسان به سوی اسلام میآید، گرایش پیدا میکنه. انسان است اشتباه داشت، خطا داشت، فریب خورده بود، یا جوانی و غرور و عیش و نوش که داشت کاملا از راه خدا منحرفش کرده بود، حال میآید به سوی اسلام میآید. از نظر لغوی گفتم بهترینش است، اما ای اسلامگرایینا، اسلامگرایها، اسلامگراها، اینا به اون معنا نیست. گرایش دارن، به سوی چی گرایش دارن؟ به سوی اسلام نامش ماندن، به سوی اسلام گرایش ندارن. اسلام که صلح و سلامتی باید باشه، اسلام که محبت و صمیمیت باشه، اسلام که همکاری و تعاون درش باید باشه. خب اینا دقیقا برعکس از او عمل میکنن، نامش اسلام ماندن. اسلامگرایی یا افرادگرایی، اینا کلمات است که بسیار فریبنده است، برای مردم فریبنده است. مردم ما را فریب میدن، بازی دادن، بنام از اینکه ما اسلامگرا هستیم. اصلا کدام اسلامگرایی؟ خب بیاین ببینیم که امی کلماتی که امروز هست که به نام، البته از این کلمات زیاد استفاده شده، اسلامگرایی هست، افرادگرایی هست، یا کلماتی که بنیادگرایی هست فرزن، اینا تماما کلمات است که گفتم در اصل چیز خوب از بنیاد یا اسلام یا اصل همین قرآن است که ما امروز داریم، ولی در پیش مسلمان در جهان اسلام در مجموع مهجور هست، ازش دور شده مسلمان. یعنی اگر ما بگویم کاملا دور است، خب شاید اشتباه نباشه برادر خواهر من. یعنی قرآن، اصل قرآن از خود دور کرده، یعنی قرآن را میبوسن
این قرآن را به دستمالا می پیچانند، این قرآن را در محافل به عربیش می خوانند در حالی که یک کلمه‌ش نمی فهمند، این قرآن را ختم می کنند در حالی که هیچ نمی فهمند، 30 بار قرآن ختم می شه و هیچ کس هم نفهمیده و همه فکر می کنند که ما امروز بهترین کار کردیم. اما خب من نمیگم چیز بدی است، برای اینکه قرآن کریم به می زبان عربی نازل شده، زبان اصلی، کلام اصلی خداوند هست که البته خداوند به عربی صحبت نمی کنه، زبان خداوند عربی نیست، اما وحی که برای پیامبر آخر زمان شد در مکه معظم، پیامبر عرب بود، پس این کلام برشان به زبان عربی وحی میشه که قرآن کریم عربی مبین میخوانند. اما خب مسلمان وقت نفهمه ای را ازش چی سود میبره؟ ازش چی سود خواهد برد؟ برای اینکه این کلام پیام داره، پیام داره که از او پیام ما استفاده بکنیم، او پیام را اول ما بفهمیم، ما بفهمیم، چرا اگر نفهمیم برای ما سود نداره. اگر تمام روز ما قرآن از سر تا آخر بخوانیم که یک تعداد متاسفانه همونطور است، البته من امیره توضیح باید بدم که یک تعداد کسایی هستن، مادرها و پدرهای ما و شما مثلا، بزرگای ما و شما کسانی هستن که اونا دیگه امکانات تحصیل و تعلیم و اینا برشان میسر نیست، به سن سال 80 و 90 رسیدن. خب ما از وا چی انتظار داریم؟ حال انتظار نداریم که اونا برن قرآن عربی قرآن یاد بگیرن یا یک ترجمه فارسی شا بخوانن یا انگلیسی شا بخوانن. خوبی بسیار دور از انتظار است که ما، دور از تعقل خرد است که ما از اونا همی انتظار را داشته باشیم. برزی که اونا در اکسن سال قرار دارن که دیگه نمیتونن این تحول در خود بیارن از یک طرف، و دومی که اونا اگر در سن 80 و 90 هستن، حداقل 60-70 سالی که به این قرآن بودن، خب خواندن، به عربی خواندن، خب یک اصلا کار است که ناممکن است که اونا تحول بکنن از واده و برخصوص در اون مرحله. اصلا اونا مورد بحث من نیست، اونا خداوند امرایشان هست. امور هم که میخوانن قرآن را هیچ نمیفهمن، ولی خداوند سرشان رحم و لطف داره، برای که دلشان به خاطر خدا میتپید و میتپه. اما ای کاش اولادهایشان، نواسهایشان بتانه که هر روز یک چیزی که بر از اونا بگوی از ترجمه ازی، یک در بفامن از قرآن چیزای خوبشه که چیزایی که بر از اونا مفید از در سن سال ازش استفاده ببرن، جای بسیار خوشی خواهد بود. اما اونا مورد بحث من نیست، بلکه جوانها و کسایی که قدرت از این را دارن که باید کتاب را بفهمن و نمی فهمن و به خود زحمت نمی تن، و ضمناً او کسایی که در غرب زندگی می کنن و امکانات بسیار زیاد برشون موجود است، ترجمه های بسیار خوب موجود است، ازش استفاده نمی کنن، غفلت می کنن و قرآن به عربی می خوانن و هیچ نمی فهمن، اونا یک اندازه ملامتی برشون هست. نه تنها ملامتی، بلکه حیف میکنن این وقت بسیار گرانبهای خود را که اونا میتونن ولی در این مهمچو محافل شرکت بکنن. وقت شرکت میکنن یک قرآن کریم با ترجمه با خود ببرن، در آیفون خودشان ترجمه وجود داره، یا اگر میخواین یک قرآن با ترجمه، ترجمه فارسی یا انگلیسی یا بر جایی که هستن، بر زبانی که آشنا هستن، ترجمه از رو ببرن بخوانن و از او فرصت 2-3 ساعتی که در محافل میگذرانن، چیزی را که میخوانن یک چیز میفهمن،
و وقتی میفهمن اونا میتونن که یک چیزایی که فهمیدن و برشان واضح و روشن شده، نه که چون قرآن کریم آیات مشکل هم داره، آیاتی داره که ما نمیتونیم یک آیه را در یک بار خواندیم سر از او باز بشینیم ما بر مردم تبلیغ بکنیم، نه. بعضی که اگه مؤمن هستن گناهکار خود احساس نکنن پیش خداوند و پیش مردم، میتونن که یک آیه را درست وقت فهمیدن عقل سلیمشان برشان همی اجازه را میده که از او صحبت بکنن، در اختیار دیگرها هم قرار بدن که اونا هم بتانن که ازش مستفید شون. و آیست آیسته همی تغییرات در همچه محافل ختم قرآن ایجاد شود. امروز در این محافل ختم قرآن در هر جایی که حتی در خود افغانستان اگر همچه محافل هست، من یقین دارم که یک تعداد زیاد کسای هستن که اونجا سواد دارن، یعنی بی سواد نیست در افغانستان، همه که در ختم قرآن هست همه بی سواد هست، اما یکی که با سواد است با این کار بکنن. اما در کشورهای غربی وقتی در محافل ختم قرآن شرکت میکنن همه با سواد است. خوب از این سواد خود باید بهره بگیرن، استفاده بکنن و دیگران هم مستفید بسازن. پیامبر خدا یک حدیثی که ازشان نقل شده مبارک می فرمودن که بلغوا عنی ولو آیه، بلغوا عنی، از ما برسانین، از ما برسانین ولو آیه، اگرچه که یک آیه هم باشن. لغوی ترجمهش یعنی به این معنا که وقتی شما یک آیه قرآن میگه از ما شنیدین، امور ولو یک آیه است امیره برای دیگرا هم برسانین. شاید امو کسایی که همین فرصت برشان میسر نبوده که از پیامبر خدا بشنون اموره، شما برشان برسانین، برای فامیلتان، برای دوستایتان، برای نزدیکان و رفیقا و اینا برسانین. پس امروز هم وقتی ما یک آیه را یاد میگیریم و خواهش مهمیست که یه آیه را باید درست فهمیده باشیم، درست فهمیده باشیم، نه ای که وقت قرآن کریم میگه که فقتلوا حیث ثقفتموهم و هر جای پیدا کردین بکشینشان را، ما کلی ما همتون یک چیزیست که ملای ما برای ما گفته که کفار میگن، غیر مسلمان میگن اینان، و باز بار از این ما بریم در جای تبلیغ بکنیم خدا گفته که بکشین هر جای پیدا کردین، خوی جنایت میشه. اینه شما دشمنی با اسلام کردین، دشمنی با قرآن کردین، دشمنی با بشریت کردین. و اینجاست که من میگم آیه را فهمیده باشین، قرآن باید خوانده باشین و درک کرده باشین. یا ایست که بعضی آیات هست که به صراحت تمام شما خواندین، بسیار چیزهای خوبی هست که وقت قرآن یاد میکنن که شما فرزن احسان بکنین، احسنو ان الله یحب المحسنین، احسان بکنین، خدا نیکوکاران دوست دارد. خب شما جوانایی که در اون ختم قرآن حاضر هستین، سرمی کلمه احسان یک خط هم نیست یا نیم خط، سرمی وقتی میخوانین با ترجمه فهمیدین که نیکی بکنین، احسان بکنین، خداوند احسان کننده ها را دوست داره، انسان نیک را دوست داره. شما میتونید محفل سرمی نیم خط آیه گرم بسازین، میتونید اما محفل ختم قرآن گرم بسازین که این احسان یعنی چی؟ احسان یعنی محدود ساخته، نه خداوند یعنی محدود نکرد که به کی، نگفت بر رفیق و دوستت، نگفت بر کسایی که در ختم قرآن ششتن، نه بر فامیلتان، احسان محدود نکرد، به هر کسی که میتونین شما احسان بکنین محدودش نکرد. شما میتونین که گفتم یک محفل ختم قرآن را واقعا مبارک بسازین، واقعا تبرک برش ببخشین، برای زی که شما از این قرآن فهمیدین، ولو یک آیام نه که نصف یک آیه را فهمیدین، نیم سطر یک آیه را فهمیدین، اموره میتونین شما طرح بکنین، معنایش را بگوین، نظر خود را بگوین،
و از دیگران نظر بخواهیم که در میان احسان یعنی چی؟ چی یعنی احسان است؟ از همه نظر بخواهیم، همه را شامل بسازیم که نظر بدن، ابراز عقیده بکنن، تا خوب در ذهن ما انسان ها بشینه. و شما با وقت 2-3 ساعت بعد از اونجا مبراهیم، همه 20-30-40-50 نفر که در اون محفل هست، همه دست خالی نمبراهن، دست پر مبراهن، همه بهره گرفتن از این قرآن کریم، سود بردن. و هدف قرآن کریم امی هست، هدف قرآن کریم این نیست که ما این را ختم بکنیم و چوف کنیم و باز در الواق چوف کنیم و دعو کف کنیم و این مسائل، اینا چیزهاییست که خب هر کلچرها و رسم و رواجها آورده، اینا اسلامی نیست برادر خواهر من، یا به اسلام ارتباط ندارن، به اسلام ارتباط ندارن. اما برحال امیدوار هستم که همچون چیزها را جوانهای ما بیشتر و بزرگای ما کسایی که فهمیده و دانسته هستن از این امکانات استفاده ببرن. ما بعض اوقات در محافل بودیم، محافل ختمون بودیم، هم بزرگام و اینایی که فهمیدم هستن، اونا هم ابتکار را نکردن که یک سوال بکنن که می آید چی معنا می تپردن، یک آیه را خواندن، یک کلمات را برشان آشناس، یک سوال بکنن در توضیح بخواین، یا خودشان اگر یک ترجمه را می خواهن خودشان بزرگای ما هم سهم بگیرن، نه تنها جوان ها، اونا از تجارب خود، جوان ها از علم و دانش خود، از اینا استفاده ببرن و بتانن که محفل را بیش از پیش نورانی بسازن و بهره بگیرن. و اگر در هر محفل همچو چیزای اتفاق میفته، واضح است که آیست آیست جامعه ما و محفل ما نورانی تر میشن و بیشتر مردم میفهمن. بهرحال مسئله اسلامگرایی، اما اسلامگرایی که امروز مرسوم هست که همین گروه هایی که اینا تروریست هستن و دهشت افغان هستن به نام اسلامگرایا معروف شدن، اینا تروریست ها هستن، وحشت مندازن، دهشت در بین مردم خلق میکنن. شما فکر میکنین 30 نفر را که در غور کشتن چی وحشت در فامیل ها هست، چی وحشت در بین مردم بوده، در بین خود از اینایی که اونا را کشتن و قتل کردن چی حالت داشتن تصور کردن ما نمیتونیم. خب اینا و دهشت و وحشت افکر هستن، اینا تروریست ها هستن، اینا اسلامگران هستن. کسایی که غیر مسلمان هست که ما اونا را ملامت نمی کنم، ما خود باید ملامت بکنیم. بسیار آسان است که ما دیگران را ملامت بکنیم، بسیار آسان هست، ولی آیا منصفانه هست؟ نه، اونا از اسلام نمی فهمن. اونا وقتی که می بینن که یک گروه ناجور و مریض تروریستی بیرق بالا کردن، نشته کردن لا اله الا الله محمد رسول الله، ریش دارن، لنگی دارن، پیرانتوان سیاه پوشیدن یا سفید پوشیدن، خب اونا که وقتی میگن اسلام گرا ملامت نیستن، بر از این که واقع فکر میکنه اینمی اسلام اینمی هست. و خود از اینا کسایی که همچون کارهایی رو میکنن، همین گروه های تروریستی و ناجور و افراطی، اینا خوش دارن که همچون مردم اینا رو اسلام گرا بنامن، بلکه که هدف از اینا همیست که مردم را در خود جمع بکنن به نام اسلام، اسلامی که اینا میگن. اینا هدف دیگه ندارن،
هدف و غایه و هدف از اینا جز قدرت چیز دیگه نیست. اسلام را مرکز در مرکز قدرت خواهی خود، در مرکز سیاست خود اینا شامل کردن و اسلام را یک ابزار، یک وسیله جور کردن از پیشش تا بتانن که اینا به قدرت برسن، تا بتانن که اینا خود را سر قدرت ببینن. من خطا میگیرم، باید میایم صحبت ها ادامه میدیم. برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. بله استاد وسیق، سلام علیکم. سلام علیکم برادر محترم، چطور هستید؟ تشکر، سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید. زنده باشین استاد وسیق. استاد وسیق، یک سوال داشتم، می سوال قرآنی از شما. بله. همی راجع به میکنیز همی سر صدا شخص یقین شما شنیده باشین تا حالا که چقدر سر صدا بخش از این مورد منطقه. ما هم همی قرآن شریفه که قرآن را که خواندم، یعنی در قرآن در جای آمده و آیت شاید یقین شما بیاد می داشته باشیم، من بود خدر بیادم نیست دلی. که برای محمد گفته که دختر همه دختر کاکای تی توی تو و تو اینا دلی. و می کنیزایی که دستت برشان رسیده، یقین کنیزایی که دستتان بر دستش بر دستت برش رسیده، مردم بودن که اینا جنگ میکردن، میرفتن در کشورشان سر از اینا یکون 28 سرزوی که حضرت محمد داشته، یقینا شما خبر هستین که یکی دوتایش اگر حمله خارجی بوده باشه اینا 26 تایش اینا حمله کردن دیگه. در جایی که اینا میرفتن، یعنی زنای مردم هم میگرفتن و شویش هم میکشتن. حتی در قرآن من همی فهم اینه، من همی فهم شما استاد نمیچی آغازی یعنی میخواید یک رقم اتر پردداری کنین، یعنی در حالی که می خود ملا امیر اقرار میکنه که نمی هست، اگه هست راسیان دیگه نمی هست، یعنی نمی کلام خدا هست. حالا ما نمیتونه که ما خدا را پردداری کنیم که بایا نیه و نیتو نگفته یا ایتو گفته بلی. یعنی نمی چیز گفته شده در قرآنی، نمی چیز گفته شده که کنیزایی که دستت برش رسیده و در مورد کنیزا ایتون آمده که کنیزایی که مثلا وضع عمل دارن شما صبر کنین تا که وضع عملشان رفت میشه، باز از باز که میتونین هم خوابی کنین. یعنی رحمه که خدا و حق از این بیچارا کده، همین لطف کده که گویا اگه عمله دار بودن دیگه این کار بخشون نکنین دیگه، در غیر از دستان باز سرکاری که میکنین بکنین. یعنی ما از شما پرسان میکنم، آیا شما به صفت یک دانشمند همین کلام خدا فکر میکنین؟ آیا خدا مثل ظالم میشه که یک گروه نسبت به یک گروه دیگه مثلا یک قبرتری بته مانایش هم هیچ معلوم نیست که چرا یک برتری بده که پرین بدرانین بکشین، مثلا کنیز بگیرین، غلام بگیرین، حتی اولاداشون رو بکشین، باج بگیرین، اتو کنین. بالاخره اینا کسایی هستن که پیش خدا مقدم تر از همه کس هستن و خدا بر از اینا جای بسیار مشخص جور کرده، جنت اینا بله جنت جور کرده و اینا و افتاد دانور دوج هم دار خدا، یعنی به نوع رشوت بر از اینا وعده کده. اگر این دنیا باعت آمد آمده که اگر شما میرین و پس میگردین با غنایم میعین با این و اینان، اگر کشته میشین شهید میشین که شهادت شما چنین چیزهایی را در قبال داره. یعنی شما به صفت یک دانشمند امیره مثل فکر میکنه امیدوار است مثل طرفان هرین، یعنی این چیز است که هیچ کس دیگه حالا این کار کده نمیتونه. من نمیفهم که اگر آدم یک تعلیل از خود بکنه که نه ولایی را خدا نگفته در بسیار واضح نوشته سینم چیزی را که من خوندیم همین چیز را برتان من توضیح میتونم براتان، حتما توضیح میدم براتون. بسیار زیاد تشکر از لطفتان و ما جای خوشی است که دوستایی که میزنن و با مو صراحت تمام برداشت خودم میگن، جای خوشی و سعادت است. من براتون یک توضیح میدم، امیدوارم که خواهش میکنم. منظور ما این است که اگر درست است خیمه امیر قبول کنیم که نمی درست است، در غیر از میفهمین ما تباه شدیم، در بدر شدیم، مملکت ما تباه شد. استاد محترم میفهمین میدونم کاملا پیشرفت ما کل چیز ما از ما گرفته شد به خاطر نام یک نفر. اگر این کسایی که اینا قد علم کردن کل از جا خدا را میشناختن، عالمی عبدالله اگر آدم فکر کنه بابی خود محمد، یعنی کسی بوده که علا را خیلی اگر اوی ساب کنم فکر کنه علا را میشناخته، تنها یک نام باید که چیز به خاطر یک نام که کشتار توضیح میتونم براتون، به توضیح میتونم برادر محترم، خواهش میکنم. خدا خدا امرایتان باشه، با امان خدا. تشکر، با امان خدا.
ببینین ما البته این مسئله ملکت ایمانکم که بسیار چندین جا آمده در قرآن کریم، ولی برادر ما درست میگن. و یک بار یک خواهری هم گفتم که امیره از من خواست که من مفصل توضیح بتم یک برنامه روش بگیرم، که امیدوارستم بتانم یک بزودی یک برنامه هم برشترش بگیرم. اما گرچه یک توضیح یک چند هفته قبلم در امی ارتباط یک سوال شد و توضیح دادم، اما امروز من ببینم کمی توضیح یک توضیح مختصر بتم حداقل که ما برداشت ما چی هست. برداشت ما از این قرآن پاک خب مسلما فرق میکنه و ویست که ما به یقیده هستم که کلام کلام خدا هست. ما به یقیده هستم که این کلام کلام است که تجاوز را رد کرده، تجاوز را به هر قیمتش که بوده رد کرده. و من به اون صراحت تمامی که ملاها میگن، خب ملاها بسیار چیزای امروز میگن متاسفانه که قرآنی نیست، بسیار چیزای میگن که قرآنی نیست، برای اینکه اونا یک اجندای دیگه دارن، یک برنامه دیگه دارن. فقط هدف امروز برنامه ما که اسلام گرایی بوده، یعنی هدف از اونا فقط قدرت، چون قدرت در اساس در اسلام را در با سیاست آلوده کردن و میخواهند سر قدرت برسن، که اونا بخش دیگه است، اونا را اونا میخواهند. و هدف ما و برنامه ما همه ایست که ما بینندای خود را آگاه بسازم که قرآن چیزی میگه، ملا کار خود میکنه، ملا چیزی دیگه میگه. یعنی ای که برادرای ما یا خواهرای ما میان از قرآن کریم آیت میارن و میگن که آیا به صراحت تمام مثل که برادر ما یاد کردن، بلی درست است. ملکت ایمانکم چندین جای در قرآن کریم آمده که ما یعنی بسیار مفصل یاد کردن که چقدر تجاوز اینا را تجاوزان باید بکنن و چور چپاولان بکنن و کنیزان باید بیارن، مردم را باید بکشن و مال و دارایی را غارت بکنن و بر از اینا 70 حور بهشتی هم باید وعده بدن. خواستن اگر تو یک چیز باشه، اگر همه تو یک چیز باشه، به می صراحت تمام من براتان یاد میکنم برادر محترم و بینندگان گرامی، که اگر همچو چیز باشه من اصلا سر از امروز من از این کتاب دیگه صحبت نمی کنم، قطعا صحبت نمی کنم، برای که من اون کتاب را از جانب خدا من نمی دانم اصلا. وقتی یک کسی یک ذات خود یک کتاب را به نام کتاب خدا معرفی کرده بر مردم روان کرده باشه و بگوین برین چور بکنین، برین بکشین، برین غنیمت بیارین، برین هر چیزی که میکنین تجاوز و هر بلایی که میارین سر مردم، منتها شما این کار بکنین باز جنت هم مبرتان میتوم، هورای بشتی هم مبرتان میتوم. من میگم این جنایت هست، این خدا بودنم یک جانی میتانه باشه. خب این اصلا از دید من منتفی است، از دید من. برای که قرآن کریم ببینیم که قرآن کریم در سوره بقره که سوره دوم قرآن پاک است، آیه 190 پیش ما اصل قرآن است، هیچ چیز دیگه اصل نیست، ولی آیات قرآنی است که آیات واضح و روشن قرآن است. ببینیم که قرآن کریم یاد میکنه که وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم، شما بجنگین در راه خدا. راه خدا راه عدالت است، راهی است که عدالت سر کفر و مسلمان باید برش تامین شود. و قرآن کریم آیه 25 سوره حدید به می صراحت یاد میکنه که تمام پیامبرها را که مروان کردیم با تمام کتاب ها و میزان یا ملاک که بتانن خوب و بد را تفکیک بکنن، لیقوم الناس بالقسط، تا انسان ها عدالت را در زمین پیاده بکنن. یعنی تمام انسان های روی زمین از عدالت مسلمان باید مستفید شود. خب حالا همین چیزایی را که برادر ما یاد کردن که من درد و احساس از اینا را درک کرده میتونم، این درد که اینا دارن من هم دارم و دیگر ها هم دارن، و این ما باید خدمت همه یاد بکنم که آیا همون شما عادلانه میبینین که برین خانه مردم رو چور بکنین، زن مردم رو چور بکنین، دختر مردم رو چور بکنین، مالش رو غارت بکنین، بیاین و جنتان بر شما ما بدیم. خب اصلا نه، کاملا در یک قطب دیگه قرار میگیره. بیاییم که مثلا قرآنی را خدمتان یاد کردم،
که شما میگه بجنگین با اونایی که جنگ بر علیه شما شروع کردن، جنگ اونا شروع کردن، شما حق تجاوز را ندارین، ولا تعتدو، و شما تجاوز نکنین. ان الله لا يحب المعتدين، بر ازی که خداوند تجاوزگر را دوست نداره. یعنی من امی یک آیه را اگر برش اکتفا بکنم، امی صحبت های یک برادر ما کردن تمامش را رد میکنه. البته نمیگم که اینا از خود ساختن، اینا شنیدن، اینا خواندن، اینا میبینن، از ملا میشنون، از تلویزیون ها میشنون، از منبرها میشنون و میبینن. همه سر امروز مسلمان، مسلمانه که امروز وجود داره. ما چرا بارها یاد کردیم که گمراه ترین امت در جهان مسلمان است امروز؟ گمراه ترین امت مسلمان است امروز. البته اونایی که خوب است در امان خدا باشن، میلیون ها انسان خوب داریم، شک درش نیست. بنایسه امت گمراه است، برزی که امت ای اصل فراموش کرده. اما کارانه که اینا میگن کردن و میکنن، تا امروز میکنن، ولی اصل فراموش کردن که خداوند گفته تجاوز نکنید شما. یکی در مورد پیامبر خدا چون یاد کردن، در زمان پیامبر خدا همچو حالات اتفاق افتاد. من هیچ تصور کرده نمیتونم که پیامبر از ای آیت تخطی کرده باشه. پیامبر تخطی نمی کنه. روایات بیشمار بنام پیامبر ساخته شد که مثلا از او باید یک روز یک برنامه بگیرم. او مطلب علایده است یکی، و مطلب دومه که من فقط پیامبر در اینجا میتونه توجیه شوه، او ایست که پیامبر در یک شرایط زندگی میکرد که فکر میکنم افتی قبل سر جوش صحبت کرده باید باشم، هم یک اشاراتی کردم که پیامبر در یک شرایط زندگی میکرد که او زندگی شرایط قبیلوی بود. یک حکومت مرکزی وجود نداشت، قوانین و مقررات وجود نداشت. رئیس قبیله تصمیم میگرفت کاری که میکرد، اگر رئیس قبیله یک چیز قبول میکرد مورد قبول همه بود، رد میکرد باش در جنگ، در مقابل آمادگی جنگ میگرفتن. حالا وقتی پیامبر آمد و مردم خبر شدن و پیامبر خواست که خود را عرضه بکنه که این دینی مک و عقیده هستم، آزادی عقیده را ما باید احترام برش بگذاریم، آزادی بیان احترام برش بگذاریم، بگذارین همه، و ما به عقیده که شما هستین ما نیستیم. اونا همی آفر یا همی پیشنهاد را رد میکنن. گروهایی که رد کردن، یعنی اونا وقت در شرایط جنگ‌های قبیلوی همه طور بود، برازی که اونا زندگی در حجاز، شرایط قبیلوی در حجاز همونطور بود که زندگی به اساس امی می کردن، به اساس امی که یک جایی را باید دشمن از بین ببرن، مخالف از بین ببرن، قدرت چه بگیرن، شهرت سرزمینشان را بگیرن، ازش امکان، ازش بهره ببرن، بس خلاص. یا ایست که کس را که اونا قبول نکردن، یعنی احترام به عقیدهشان نگذاشتن، اونا آمادگی جنگ در حقیقت میگیرن که تا بتانن این را چیز نو تشکیل از بین ببرن. و پیامبر پیش ازی اونا در حقیقت در جنگ هستن، در اون صورت پیامبر پیش ازی که اونا حمله ور شوه آمادگی کامل بگیرن، حمله ور میشد که تا بتانن که خود از اینا را چیز بکنن، فلج بسازن. اونو جنگایی که فقط پیامبر توجیه داشت، غیر پیامبر حتی از زمان خلفای راشدین تا امروز اتنا توجیه نداره. بله، به نام فتوحات کشورها را اشغال کردن، گرفتن، رفتن زن آوردن، رفتن مال آوردن، رفتن همه چیز آوردن که کاملا ممرایشان هستم، تا امروز شده و تا امروز میبینیم ما شما اون منعیست تاریخ ما میخواندیم، میفهمیدیم، اما امروز میبینیم عملا با چشم خود میبینیم اخباراست. اما مسئله ملکت ایمانکم را که اصل سوال برادر ما بود، که گفتم چندین جای در قرآن کریم آمده، یک جای هم نی، اونا ملکت ایمانکم وقتی که دستای شما مالکشان میشه. خب وقتی در جنگ هایی که اونا تجاوز میکردن و
اینا از خود دفاع میکردن که در شرایط پیامبر خدا را من توجیه قرآنی توجیه میکنم، اما دیگران را هیچ. وقت پیامبر چشم بسته شد، بعد از او انسان از کلگی انسان ها هر چیزی که خواستن میکنن و توجیه میکنن. اینال در او دوران خانم ها معمولا در پشت جبهه می جنگیدن با به خاطر تشویق عساکر، تشویق جوان ها، به خاطر سرپرستی زخمی و مجروحین ها و هم چیزهای دیگه. اونا می آمدن در جبهه می بودن، وقتی که شکست می خورد همه فرار می کرد یا کشته می شد، اکتیدان زیاد اونا می ماندن، اونا رو می گرفتن، اونا کسایی بود که می گرفتن و اونا کسایی هستن که اسیر هستن، اسیر دست انسان دیگه شدن. و قرآن کریم در یک آیه است در سوره نساء است که میگه، یاد میکنه که میگه شما اگر اتام رو از اون نکاح میکنین، نکاح بکنین، نکاح میکنین با به اذن اهل هند نگفته شده که با اجازه اهلشان با ایشان ازدواج بکنین. فن که هوهن نه به اذن اهل هند، آیه 25 سوره نساء است که شما وقت امراه از اونا نکاح میکنین، اگر خود امون نفری که گرفته امراه از اونا نکاح میکنن، که البته او شرایط من میدانم شرایط بسیار استثنائیست، هر قدر من توضیح بتم، یعنی شاید قناعتی برادر من و برادر خواهر من را فراهم نسازم، من امراهشان هستم، من میدانم، من میدرک دارم که من میگم اگر امروز همچو چیز اتفاق بفته و مفتاد، امروز اگر یک خانمه که مانده بود، فکر بکنین، فکر بکنین ما در متوسط شرایط در جنگ بودیم و جنگ برنده شده، جنگ برحق بوده، برنده شده بر علیه دیگرا، خانم های میمانه، اون خانم هایی که میمانه اگر من میپردن شخصا، من صرفا میخوایم که من این مثال را میتونم براتون برای که واضح شوه که اگر من میبودم اینا را، یک خانم یا پنج خانم هر قدر که میبود که اسیر یا اسیر میشد پیش من یا پیش ما که برای ما میرسید، برای من میرسید، من ایسی یک انسان، من ایسی یک مسلمان، من ایسی یک انسان و مسلمان، انسان سالم، یعنی مثل خواهر خود امراج باید برخورد میکردم، مثل خواهر و خود را ما در همچو شرایط قرار بدیم که، یعنی فکر بکنین بسیار سخت است، خواهر خود ما، خانم خود ما، دختر خود ما اگر در همچو شرایط قرار بگیرن، ما چی انتظار از دیگران داریم؟ یعنی بسیار بسیار چیز، فقط ما ببینیم سر خود ما چی اتفاق میفته. من به مخاطر او را با تصور از این که من خود را در جای از اونا قرار بدم، در جای فامیل از اونا قرار بدم، من چی نوع برخورد باید با این خانم ما بکنم؟ مثل خواهر نگاهشان بکنم؟ تا هر قدر کوشش بکنم که تا فامیلش پیدا شه؟ و برازی که در او شرایط جنگ وقت فرار کردن، مثل که زن در روی میدان مانده، انسان های مثل که نان در روی میدان مانده باشه، از انسان های گشنه رو برش رها کنی، حیف و ملش میکنن. خب زن ها به میشکل، اما باید در سرپرستی انسان و مسلمان درست باشه، زیر سرپرستی یک انسان باشه که اونا برش تجاوز نشه، قتل نشن، غارت نشن، زیر اثرتون باشه و نفر پیدا بکنین، فامیلش پیدا بکنین. و من می همین کارو میکردم اگر می بودم، همه در شرایط امروز اگر باشه که فامیلش پیدا کنم، شوهرش پیدا کنم، برادرش، پدرش، و با احترام خدمتشون برشون بتونم اولادشان. ببینیم که در اینطور شرایط چی میشه. اما کسی که دشمن بوده با ما یک روز پیش جنگیده، یک ماه پیش جنگیده، اصلا وقت همچو عمل انسانی و اصلاح انسانی را انجام میدم، فکر میکنین
کتان امون دشمنی ها امون دشمنی به دوستی تبدیل میشه. آیا شما فکر میکنین که دیگه اونا دشمنی بکنه با من؟ در حالی که ناموسشان، دخترشان، اولادشان، زنشان یعنی در امان بوده. اینجاست که ما اینطور برخورد باید این برخورد برخورد اسلامی هست و برخورد انسانی هست. اینجا که قرآن این که نشده او شرایط گفتم انسان انسان است، انسان انسان است. امروز مسلمان بنام مسلمان چی میکنه؟ خب او هم مسلمان بودن چی کارهایی کردن، اما ما پیامبر ما تهم نمیستن برای پیامبر مطابق قرآن عمل کردن. حالی که قرآن کریم یاد میکنه که فن که حوهن به ازن اهله نایی 25 سوره نسا، یعنی یاییست که شما اگر میخواین او هم در صورت موافقت طرف مقابل اسلامی و انسانی همی هست که اگر اون موافق هست که امرایش ازدواج کنه، نفر مجردی بوده میخواه امرایش ازدواج کنه، بله امرایش ازدواج کنه، خانمش هست. اگر موافق نیست اجازه نداره. انسانی و اسلامی اصلا اسلام همی هست. و اگر او میخواه با کسای دیگه یا کسی دیگه خواستگار از او میشه فن که حوهن به ازن علیهن نه نکاح بکنین رویشان با ایشان به اجازه اهلشان، با اجازه اون نفره که این در زیر تحصیل زیر ولایت از او از درقت به اجازه از اونا نکاح بکنین. بی نکاح اصلا مجاز نیست، قطعا مجاز نیست. برنامه تفاهم در پرده قرآن بفرمایید. بلی یعنی منظور من اینجاست که اینا را ما درک بکنیم مسئله اسلام چیزیست، مسلمان چیز دیگه است. کاملا ملکت ایمانکم یعنی دستای شما مالک شده. بله اونمو ها اونمو جا ماندن، به سرپرست ماندن، به پناه ماندن، هیچ چیز کرده نمیتونستن. شما چی میکنین انسانی و اسلامی؟ فکر بکنین. من باز مثال میزنم که اگر ما فکر بکنیم که خود ما خود را در یک موقف قرار بدیم که اولاد خود ما، خانم خود ما، دختر خود ما، خواهر خود ما نصیر یک کسی دیگه شد، ما چی انتظار داریم؟ ما حتی او کسایی که برخورد انسانی میکنن امرای امو عضو فامیل ما اصلا ناظر استیم دست و پایشان رو ببوسیم دیگه چرا دشمنی بکنیم؟ بین اینا تماما با قرآن کریم یک آیه در سوره فصلت است، نمیایشم خدمت شما بیارم که خداوند یاد میکنه که لا تستول ولا تستول آیه 34 سوره فصلت ولا تستول حسنت ولا سیه نیکی و بدی با هم برابر نیستن، نیکی و بدی با هم برابر نیستن، ادفع بالتی هی احسن. یعنی تو بدی را در حقیقت دفع بکن با نیکی. اونا دشمنی کردن با تو، تو دخترش، تو خانمش، اسیر تو آمد، تو نگاهش کردی که مردم سرش تجاوز نکنه، بی پناه بوده، گرفتیشه. انسانی عمل کو، اسلامی عمل بکو. در اون صورت چی میشه؟ ادفع بالتی احسن، دفع کو بدی را با خوبی. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. میگه همون دشمنی که بین شما بوده شاید به دوستی جانی جانی تبدیل شود. شاید همون کسایی که اگر ما بتانیم امی ارزش را سر خود حاکم باشیم، امی ارزش انسانی و اسلامی را مراد بکنیم و همی کار را بکنیم، فکر میکنین شاید که نه تنها دیگه اونا دشمن را نیست، باید با ما مراوده داشته باشن، با ما دوستی داشته باشن، رفت رو با ما بکنن، اصلا برادر باره. ای آیه قرآن است. این تکامل انسانی به او حد اعلایش است که باید برسه که انسان به او مرحله برسه. 1400 سال پیش ما انتظار همچون چیزا را نداشتیم. قرآن کریم آیاتش واضح است، اما یکی چقدر انسان در سر خود کار میکنه، عمل میکنه. میردهای محترم میریم به گیلان تجارتی میریم و لحظات بعد دوباره در خدمتتان هستم و خطایتان هم میگیرم. میفهم دوستا زیاد خطایشان زنگا روشن است. انشاءالله در خدمتتان هستیم.
خدمتتان هستم و سر مطلب که بحث ما بود اسلامگرایی و این مسائل که من یاد کردم سر از او بحث ما هست، دوستان میتونم که سوالات در این زمینه داشته باشند در خدمتشان میباشم. امیدوار هستم که این سوالی که من برش بیننده محترم توضیح دادم قناعتشان فرام شود. اگر قناعت فرام نمیشه، خب در بحث تلفنی، در مسئله در بحث تلویزیونی بگویم همقدر امکانش هست که من چند دقیقه وقت رو روی ازی بگذرانم و امیدوار هستم که یک وقت بتانم که یک بحث مکمل در زمینه بگیریم و دوستان سوالاتشان در امو بخش بیشتر بگیریم. شاید در این مورد سوالات دوستان ما زیاد باشه، اما به هر حال هدف ما یا صحبت اصلی ما سر مسئله اسلامگرایی بود و گفتم این اسلامگرایی که به نام امروز هستن، هدف از اینا اسلام نیست، بلکه هدف از اینا کاملا قدرت و نفوذ و قدرت و زور و این مسائل است. هیچ شکی درش من ندارم، قطعا شک ندارم، چرا عمل کرد از اینا هیچ با اسلام ارتباط نمیگیره اصلا، تماما فقط سیاست و قدرت در رأسش قرار داره که تا بتانن که اینا قدرت پیدا بکنن، نفوذ پیدا کنن، بگیرن، اشغال بکنن، از بین ببرن و مردم را کنترل بکنن. پس اسلامگرایی که اینا دارن، نامش اسلام ماندن، او اسلام است که اینا تعریفش کردن، تغییرش دادن، متحولش کردن با روایات متفاوتی که تا بتانن که قدرت از اینا را تضمین بکنه، نفوذشان را تضمین بکنه، اسلام را کاملا به یک مسیر دیگه کشاندن، نام از اون اسلام ماندن. از اسلام اینا چیزهایی را انتخاب کردن که میتانن، چرا به امروز بزرگترین قدرت امروز قدرت مردم است. مردم است که 1.5 میلیارد انسان امروز مسلمان است، گرچه که اکثرش نمیفهمه، اکثرش دین خودم نمیفهمه، ولی به نام دین خود جان میده، نمیفهمه ولی جان میده. به هر حال یکی نمیفهمه، امید است که مردم خود را آگاه بسازه، کمی داد و فغان است که میکنیم ما. اما ایست که اونا کسایی که همچون کارهایی را میکنن، اینا اصلا به اسلام قرآنی معتقد نیستن، فقط به اسلام معتقد هستن که باید کنترل باشن، باید یعنی نفوذ بیشتر داشته باشن، قدرت بگیرن و قدرت بگیرن که تا بتانن جهان را اینا زیر سلطه خود بیارن. اصلا هدف همی هست، هدف قدرت است. یعنی هدف خدا نیست، هدف قدرت است. وقتی که اینا را که من میگم مسلمان نیستن، بخاطر همی هست، برای اینکه بدون شک همه باید این را بفهمیم. ما فکر میکنم هر انسان آگاهی میفهمن که هدف از اینا اسلام نیست، هدف از اینا قدرت است. یعنی قدرت بگیرن و توسعه پیدا بکنن و نفوذ پیدا بکنن و ایام یک راه را باز ماندن که مردم بیاید داخل مسلمان شه، راه دیگر هم بستن که اگر کسی ابراهیم را کافر گفته و مرتد گفته از بین ببرن، که کاملا میخواین نفوذ زیاد شه و صاحبشان باید زیادتر شه. این هدف اینجاست و هیچ وقت اون ما نمیتونیم که اون اسلام بگیم. و یه اسلامی که اینا معرفی میکنن اسلام است که یعنی هر انسان ازش متنفر خواهد بود، هر انسان خوب و مفید ازش متنفر خواهد بود، چی رسه ای که مسلمان باشه یا نباشه. هر انسانی که صلح جو است، صلح خواه است، از همچون چیزها متنفر خواهد بود. چیزهایی را که اینا معرفی میکنن، من کاملا از دید قرآن کریم اینا را مردود میدانم و من شک ندارم که اینا دشمنای واقعی اسلام هم هستن. هم اینا نفرت که ایجاد میکنن، قتل و غارت که اینا میکنن، نفرت که در جامعه بر علیه همه ایجاد میکنن، اصلا باور نکردنی است. خو اسلام را به حد میرسانن که یعنی امروز همه ازش باید نفرت داشته باشن. امروز مسلمان های ماست، یک تعداد مسلمان های ماست که از اسلام نفرت پیدا کردن، برای اینکه اونا از اسلام آگاه نیستن، از قرآن آگاه نیستن، عمل کرده از اونا را اسلام میدانن. نه تنها عمل کرده اونا را، بلکه عمل کرده ملا و واعظ و مبلغ خود را.
واعظ مبلغ خود اونم اینا اونا فرق چندان ندارن، اینا قدرت ندارن، اگر قدرت پیدا کنن باز اون دایش القاعده هستن، شک درش نیست. البته واعظ مبلغه که خوب است قابل احترام است. اونایی که به خاطر صلح دل قلبشان میتپه، به خاطر صلح تبلیغ میکنن، به سوی خدای واحد، بشر واحد تبلیغ میکنن و انسانها را انسانهای خوبه در هر جامعه، در هر دین و آیین مورد تایید و پسند، تایید و پسندشان هست و مطابق قرآن عمل میکنن، خشونت را دامن نمیزنن، اونا قابل قدر هستن واقعا. اما کیار ما داریم؟ ما مسراغ ندارم در این جایی که ما زندگی میکنیم، مسراغ ندارم در این کالیفرنیایی که ما زندگی میکنم، از اروپایی که من میشنوم یگان بار، اروپا، آسیا، ما افغانستان خوب پر است از همچو چیزای آشغال متاسفانه. به نام دینا، به نام واعظ و مبلغ، نامش هم دکتر است. این دکترایی که میتن خود تمام دکترایی است که تا بتانن همچو خرافات وهابیت را پخش بکنن زیر نام دکتر صاحب، دکتر صاحب، تا مردم قبول بکنن. مردم ما باید بیدار باشن، فریب همچو انسان ها را نباید بخورند. و من میگم یاد کردم که نفرت هایی را که اینا ایجاد میکنن باور نکردنی است. امروز چقدر مساجد است که در سالهای اخیر یعنی یک اندازه یا صدمه دیده، یا ایست که بعضی چیزهای خراب و رکیک نوشته شده، تهدید شدن از این مسائل. و اخیرا در این هفته کسایی که اخبار شنیدن، در این 3-4 روز پیشتر مسجد جنوب کالیفرنیا، اسلامی سنتر جنوب یا مرکز اسلامی جنوب کالیفرنیا به نام اسلامیک سنتر آف سادن کالیفرنیا که من در اونجا شاید 25 سال از حضورش هستم، افتخار دارم که یگانه مسجد است که من آرزو دارم که ای کاش 10 تا از این مساجد در تمام امریکا اگر باشه بسیار موفقات بود. اما متاسفانه من نمیبینم در این کالیفرنیا، من نمیبینم، بسیار کم میبینم، یعنی به مو استاندارد من نمیبینم در این کالیفرنیا. حتی بسیار مسجد روشن، اوپن مایند به اصطلاح، کسایی هستند که از گروه های مؤمنین دیگه ادیان دعوت میکنن در مسجد خود، در پروگرام های خود چوکی ها را میگذارن، در نماز های جمعه شاگردایشان خودشان میاین میبینن چطور ما عبادت میکنیم، در پروگرام های لکچر هال میاین میشینن، همچنان عظمی اسلامیک سنتر اونا هم دعوت میکنن، اینا را میرن و در اونجا با ایشان با انترفیت که من هم با تقریبا هشت برنامه بود که باید انترفیت میداشتیم با یک All Saints Church of Pasadena، ولی خوشبختانه به 12 برنامه ارتقا یافت که شش مجلس ما به کلیسای از اینا بود و شش مجلس ما در مسجد خود ما در مسجد اسلام سنتر بود که واقعا با چقدر صمیمیت، با چقدر برادری، با چقدر محبت در کنار هم بودیم و صحبت میکردیم، 2-3 ساعت برنامه دوام میکرد و 12 جلسه را ما با اینا داشتیم. یعنی به این خاطر ما تذکر دادیم که سنتر، اسلامیک سنتر آف سادن کالیفرنیا که در لس آنجلس است، واقعا چقدر یک سنتر خوبی است. اما امی سنتر هم آرام نمانده. یعنی در این هفته البته تهدید که شده بود دوبار در تقریبا یک ماه، 3 هفته پیشتر، یک ماه پیشتر چیز گذاشته بودن، پیام گذاشته بودن و وایس میل یا پیام در تلفن مسجد پیام گذاشته بودن، تهدید کرده بودن جدا دوبار درست سر به سر، گروه همراه اف بی آی با تماس شدن و اف بی آی در صدد بود که پیدا بکنه، از وایس میلش پیداش کردن که نامش چی است، با کجا هست. و در امید هفته که گذشت خانه زیرا پیدا کردن، رفتن دستگیرش کردن و از خانهش 9 میل تفنگ پیدا کردن با 250 پوند امیونیشن یا مرمی و اینا که در فیسبوک هم گذاشته بود که من کلش از هر قدر مسلمان از ایجا من میکشم و از بین میبرم از این مسائل، تهدیدهای بسیار جدی کرده بود، گرفتنش اما با زمانت،
خلاص است فعلا، اما پلیس در انتظار در چیزش است، در مراقبش است. یعنی این نفرت ها چطور بار میره، از کجا بار آمد؟ اما نفرت هایی است که امروز همین اسلامگراها دامن میزنند، همین اسلامگراها بر مردم، در بین مردم ایجاد میکنند. چرا همین همچو چیزا ایجاد میشه؟ برای اینکه جدایی ها ایجاد شده. ما مسلمان هایی داریم که امروز مساجد داریم که همین جدایی ها را دامن میزنند، که نباید باشه. اگر امیر متوجه نیستن، امیدوار هستم که مساجد امیر متوجه شوند که ما در امریکا وقت زندگی میکنیم و در یک مایلتان یک کلیسای هست یا یک معبد یهودی هست یا از هندو هست، از هر کسی که هست، شما امروش باید معابد تمامشان عبادتگاه ها هست که جاییست که خدا را پرستش میکنن، همه همراهشون مراوده باید باشه، همراهشون رفت و رو باید باشه، اونا را دعوت بکنن، خودشان باید برن جدایی ها. مردم را باید تشویق بکنن که احترام به اماکن مردم باید داشته باشن، اماکن مقدسه مردم، اونا را قایدشان، ما را قایده ما. یعنی زیبایی آزادی عقیده و آزادی بیان است که انسان ها باید مراعات بکنه. اگر همچون چیزهایی باشه، این نفرت ها آیست آیسته زدوده میشه، این نفرت ها آیست آیسته از بین میره. اما متاسفانه اوتو نیست. البته گفتم یک کسایی که نمیفهمن، کسایی که مسئولین از این مساجد است نمیفهمن، که بسیار بعید است که نفهمن. اگر نفهمن، آیا اونا میتونن مسئول یک مسجد باشن؟ نه، نباید باشن. کسایی باشه که همی حساسیت ها را درک کرده بتانند، اونا کسایی باشه که باید نزدیکی با دیگر را حاصل شود. و این چقدر قرآنی هست. کسایی که میخواین جدایی را بیندازن چقدر دور از قرآن است. و کسایی که از مساجد، مسئولین مسجد یا وایزین مسجد همچو کارهایی را میکنن، چقدر ضد قرآنی عمل میکنن. اونا نباید اجازه داده شده و منبرها صحبت بکنند. چقدر قرآنی است که ما یکی دیگر را بشناسیم، ما یکی دیگر را درک بکنیم. آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس، او انسان ها. البته خداوند تمام انسان‌های روی زمین را، هر کسی که این کلام برش میرسه، همین پیام میرسه برشان، اونا را مخاطب قرار میده. یا ایها الناس، ای انسان‌ها، انا خلقناکم من ذکر و انثی، حقیقتا ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. به کی میگه؟ به ما انسان ها میگه. آیا به ما مسلمان ها میگه؟ نه، به ما مسلمان ها نمیگه، برادر خواهر من. به ما انسان ها میگه. با ما 7 یا 6.5 میلیارد انسانی که در روی زمین هستیم، برای ما میگه. یعنی کتاب برای همه است. میگه ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، آدم و حوا، از همین شما را ما آفریدیم. یعنی شما یک فامیل است، فامیل انسانی هستیم. انسان یک اسپیشیز داره، یک نوع است، در خود یک فامیل است. و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفو، و شما را به شعب و قبایل، یعنی شعب و قبایل را یاد کرد خداوند. یعنی به این گروه ها که میتونه گروه های قبیلوی یا گروه های از نظر کلچر، از نظر زبان، از نظر نژاد، از نظر مذهب و عقیده، به گروه های مختلف ما شما را تقسیم کردیم. لتعارفو، تا شما یکی دیگه تانه بشناسید. خب ما که در اینجا آمدیم،
در اون طرف سرک یک کلیسا هست و اینجا مسجد و اونجا کلیسا. مسجد ما میام میگه خدا یکیست و هم میگه خدا یکیست و 10 سال است که مسجد اینجا بنا شده، از رای کلیسا تیرم نمیشه، همراه یک اون نفرش یک های بای هم نداره، گفته یک سلام علیکی هم نداره نمراشن. خب مخالف از یک کلام هست، مخالف از یک کلام هست. این قرآنی که میگه که لتعارفو، شما بشناسین یکی دیگتان را. خب شناختش ایست که ما باید بریم یک روز همراه از اونا، همراهشان بریم ببینیم، در عبادتگاهشان بریم بشینیم بشنویم، احترام برشون داشته باشیم. و همین فضای سالم و سلامتی را ما ایجاد بکنیم که اونا سر ما اعتماد داشته باشن و بر ما اعتماد داشته باشن، ما سر از اونا اعتماد داشته باشیم و بر از اونا اعتماد بکنیم. از پیامبر خدا یک حدیث نقل شده که مبارک می‌فرمودن که عفش و سلام، دو کلمه است، چقدر زیبا است. عفش و سلام، شما سلامتی را پخش بکنید، یعنی از خود سلامتی را ابراز بکنین، بروز بدین. ما باید اولین کاری که میکنیم، طرف مقابل پیروای ادیان دیگه که هست، باید سر ما اعتماد بکنن که در مجاورت از اینا ما در امن و امان هستیم. فکر نکنن که یک مسجد است یک روز شیشه ما را نشکنانن، اینجا یک مسجد است یک روز یک کسی ما را اذیت نکنن. اونا باید اینقدر اطمینان سر ما پیدا بکنن که اینجا یک مسجد است، اگر کدام حادثه سرشان افتاد با ما حتی انتظار داشته باشن که ما از اونا حمایت بکنیم. این انتظار بالاست؟ نه، ابدا بالا نیست. انتظار است که بله از مسلمان بالاست، برای که مسلمان اینطور برش تعلیم داده میشه که او کافر است و مسلمان و در دوزخ میره، تو در جنت همراهشان مراوده نداشته باشه، دوستی نداشته باشه. مسلمان را از اسلام حقیقی دور کردن است و بس. از اسلام حقیقی مسلمان را دور کردن است، دور میسازند. اگر ما این مسلمان های ما گناهش است، این که واعظ و مبلغ چی میکنه، اونا اجندایی دارن. اگر مسلمان ما، مسلمان اسلام خود را درک بکنن و همه قدر از عقل سلیم خود بهره‌مند باشن که اون طرف فرزن یک کلیسا هست یا یک معبد یهودی هست یا یک مؤسسه یا یک مکتب مسیحی هست یا هر چیزی که هست و این طرف مسجد ما قرار داره، ما چقدر با اونا همبستگی باید داشته باشیم. اینا وقت درک بکنن از نظر انسانی دیگه. باز مولای مسجد هم رای خودای وضع میکنه، حتما اون باید رای خود درست بکنه، برای اینکه مردم بیدار شده. مردم دیگه خوش باور نیست، اما مردمی که پیش زیر منبر مولا زانو میزنه و هرچی که میگه بشنون و اصلا هیچ از کله خود کار نمیگره که ملا چی میگه، میگه هر چیزی که من گفت اونو میفهم و من نمیفهم، خود را به در بیخبری میزنن. خب اونه را سواری داده، متاسفانه سواری داده، ملا سر شانهاش سوار میشه، میرم ملا به قدرت میرسن، نفوذ، قدرت، تعصبات، نفرت، همه چیزی که داره به اون میخواه برسه از طریق سواری بالای شانهای انسانهای خوش باور. اینجاست که انسان ها باید بیدار شوند، اما مولای خودم اصلاح بکنن. اگر رای اصلاح هست، اگر رای اصلاح نبود، تو را باید اینقدر در اسلامی سنتر نفوذ داشته باشن که باید تو را پس بکنن، یک کس دیگه را بیارن، یک کس دیگه را بیارن که میتونن خوبتر تبلیغ بکنن. پس اینجاست که اینجا قرآن کریم که یاد میکنه که لتعارفو، تا شما یکی دیگه تان رو بشناسین، برین بشناسین از کی، از دیانت از اونا، ببینین که اونا چی میگن، خدا رو اونا چه قسم درک کردن، خدا رو ما چه قسم درک کردیم. من گفتم از طریق کلی، از طریق مسجد خود ما بارهای پروگرام ها رو داشتیم، اما ما روزای یک شنبه وقت اسلامیک سنتر معمولا و مصروف تفسیر اینا، تفسیر قرآن می داشته باشم،
اوش یک شنبه هایی که من برنامه نمی داشته باشم در اونجا کسی دیگه تفسیر میکنه، من اگر اسلامی سنتر نمیرم حتما به یک کلیسای میرم که نزدیک خانم است، به یک کلیسای میرم، میرم در اونجا همراهشان میشینم، البته از وعظ نصیحتشان رو بشنوم، صحبتهایشان رو بشنوم، احترام برشون دارم، با امو پسترش یا واعظ و مبلغش میبینم صحبت میکنم، یک قرار میگذاریم. بارها شده که قرار ما تقریبا در حدود شاید 30 کلیسای مختلف را رفتیم و راجعه صحبت کردیم، 30 کلیسای مختلف شاید زیادتر شده باشد، امرای واعظ مبلغش چیز گرفتیم، قرار گذاشتیم در یک جایی در یک کافی شاپ رفتیم ششتیم صحبت کردیم، 2 ساعت 3 ساعت هم شده شو صحبت کردیم با هم دیگه و لذت هم بردیم. مقین دارم از اونا هم لذت بردن، برای که 3 ساعت بر دو با دو ششتیم صحبت کردیم، اونا هم لذت بردن. اخیران هم همین یک هفته پیشتر یکیشون برم تکس کردن که دیشتر که با هم دیگر نششتیم، گفتن بسیار مصروف بودن و بزودی برم تکس میکنن که با بیشینیم اکسا صحبت بکنیم، واسه دمینن سوالاتی هم دارن، سوالاتشان هم بتانیم که من برشان توضیح بدم. از نظر اسلامی این جای خوشی و سعادت است که ما باید یکی دیگر رو بشناسیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای محمودی وسیق. سلام علیکم، بفرمایید. نباشم سر تشکر از برنامه خوب شما. خواهش میکنم. در ارتباط به همین صحبت های شما، همیشه صحبت های شما قابل تعریف و توصیف و شنیدنی است. جای خدا داره در بین پروگرام های اسلامی هر کس نظرش آزاد است، هر کس هر چی میگه با مسئولیت خود میگه. من خود معمول ما باور کنیم آقای محمودی وسیق، یعنی قسم به می اولاد و به ناموس خود من میخورم، دیگرها را کار ندارم، که اگه اعضای فامیلیم کوچکترین رابطه و علاقه به داعش داشته باشه، یا شال چارخانه و تسبیح و دامن بازینگری را بپوشه و من ببینم و یک ذره احساس کنم به خدا رسمی و تعریفی، قبل از اینکه کار بچه متینه بکنه یا یک اعمال دیگه را، این خود ثواب هر انسان است که ثواب شما میرسه. من فوری سروپول از این را صاحب مامیتون فوری وظیفه کنم او شما. بله. اینجا ما صاحب تقریبا 30 کشور اروپایی است، امریکا یک حکومت است، اینجا صاحب به در چند قدم یک حالتی است که امروز صاحب صاحب شانهای ما مردم بستمش از گل ما به یک نامه این مردم خوب اقل ما را نام داد، نمک و نمکدان شکستان دیم برادر پیسه دادد. چی جرم و جنایتی بود که نکده شما باور کنیم دیگه مردم خوب پروایش نداره. شما در این سنترالای آلمان امین روزای جمعه برین، یعنی دو برابر نمازگزاران امین پولیس های بیچاره مسلح امنیت گرفتن. این نماز این لعین های ملعوس میلیون ها او رو خساره میرسونم رو بند میشه. همه ترورستان اردوغان روان که دستای باخی نیم قرن است که میخواهی داخل اتحادی اروپا شد و شما ببینید که با بهانه اردوغان ای را به عراق و سوریه اجازه نمیتد، با بهانه و داعش میخواهی برو اینجا اعمال تروریستی خود انجام بده. ما امروز شکر میکنیم ساید ببینیم در موصل عراق در جنگ با همی طالبا همی دیش و مخبار همیشه میشتمون کل را مثل افغانستان شهر را ریش و پش هم گرفته که یا سر ریش های خوده کلش اصلا قیشی که نمیلی این لعنتی ها سر این ها که نام خوده تغییر میده طالب و داعش و کوچی و خلقی این مردم لامزدب سر یا را ما مشناسیم سر یا در اروپا باید شناسایی شدن و شناسایی میشن بیشتر از این مردم دیگه. من نمیخوام نام بگیرم از کسی، یعنی باید با پلیس ما کمک کنیم پایگاهی توریستا بیشتر از همین مساجد هست همین تو که های جزایی رو یعنی اگه بگم خب یا با مسجد شیعه کار ندارم بلکه ها توریست تحت نام مهاجر داخل اروپا شده سید. من برادرهای خود خواهش میکنم شما هم بیادری سیمین و عمر و ملازاده در لندن و این امیار سایم شما باید دست با دست هم بیدین این رای انسانیت همیست رای اسلامیت همیست
چیز است که ما باید با این حکومت ها با این مردم کاملا دست یکی کنیم، رحم نکنیم، رفاقت و مسئله سلام علیک نباشه، از کمک ما شما استقبال میشه. خود سوریا تا حال چند تا از یار برزی که هم میشناسن، یکی دیگه خود از اون به گیر پلیس داده تا کمک ما شما نباشه، یا خونه بیساریش ایشان هم تلاش کرده و خود رقم ما شما جور کرده، ولی ما شما یار میشناسیم. ما امیر از برادران از طریق برنامه وزین شما خواستم که تبلیغ کنیم که برادران ما شاید به پروگرام خانه و خانواده هم بگیم. یکی از ملا مثلا ایتو فریب میده آلمانی را، خود آلمانی را خود فریب میده که ملا جلوی نماز ما را ایت کس گرفته نمیتونه، ما مسلمان هستیم. نه برادر، جلوی نماز تا گرفته میتونه، شما جنوب و جنست را چیزی موتر بونت موتر استاد میشه نماز میخونه در موبین تیاره، اول بعد پلاو سر مردم جور میکنم، باز از نماز زورکی را میکنم، باز پلاو رشوات خدا میتم که خدا برسی از شراب که دو پلاو ارامتر است. یارشوانا بسته گیر کده پولیسه، یار همه کارهای از یارشه تحت نظر گرفته پولیسی رو پامونتا. ما بیچاره امروز هم رایتی لطفای الجهاد و النکاست قربانی میشین. اینا سه بسیار فتنه و فساد پیشان هستن که به مردم نه خوار ماندن در مسال 92. یار خب مردم میفهم یار نه مسلمان هست، نه انسان هست، نه آدم هست، از مخرج جهالت خودم پایین نمیشن. سه ما دیگر وقت شما رو نمیشن. بسیار تشکر، خواهش میکنم. اون یکی بود اینجا ابوبکر دلمارکی، خدا بدان حال ریش تراش کرده در وزارت عدلی کابل چی جنایت میکنه. یا اینم اینجا ریش رو تراش کردم بیساریش چی کردم، مسجد لازم نیست، ما اصلا نمیخوایم برادر. هیچ برادرم اونجا قرآن شریف آمده خانه میخونم و سیستم ثابت نیست، هر کنال سویچ کنیم مولا مولوی شیشتت برای ما درس میتسه، نه اونجا نماز میخونم و اونجا فقط مردم در گمراهی و بیرایی سه بیسار تشکر. بله بند مشکل کلانه هست که هست و متاسفانه همونطور که اینا یاد کردم که ولی مساجد است، یک تعداد مساجد است که ما یاد کردیم که متاسفانه اینا مساجد اسلامی نیست. یک تعداد نامش مسجد موندن، گفتم از هر چیز سوء استفاده کردن تا بتانن که خود را نمو اجندایی که دارن یا برنامه‌ای که دارن پیاده بکنن. امروز مساجد، خب امروز در کشورهای ما هستیم واقعا جای افتخار است، در کشورها هستیم و این کشورها زود دست به کار نمیشن، زود احساساتی نمیشن، اینا سنجیده فکر میکنن، میسنجن، سنجیده عمل میکنن. منظورم است اینا مثل ماها واره نیست که یک چیز شب بریزیم هر طرف خراب بکنیم و در بتیم و یک کاردون پیامبر کشیدن در افغانستان باز یک ملای نادان میخیزه و یک فتوا میته و میرن مردم نادان که نه اسلام میفهمن نه انسانیت را آگاه هستن، میرن میریزن به سرکا میریزن و موتر در بتی و بزنس در بتی و آدم را بکشتر پلیس حمله کن. اینا وحشت است که ملا مسئولش هست، ملا مسئول از این کارها هست، شکی درش نیست. این البته ملای خراب زیاد داریم، بسیار زیاد هست و اینا از طریق همین مساجد سنگرهایشان همین مساجد است متاسفانه. ملای خراب، مسجد خراب، نامش هم مسجد ماندن، اون مسجد بودن نمیتونه، اون مسجد بودن نمیتونه. اگر مسجد است که خشونت، اون ملاییست که خشونت را تبلیغ میکنه، اون ملاییست که ظاهرا یک چیز میگه در باطن در با گروه خاصه که میشینن پلانای با خشونت جور میکنن، چطور مردم را برینواش بکنن، چطور مردم را به سوی افرادگرایی و بنیادگرایی ها بکشانن، چطور به سوی داعش ببرن، چطور به سوی القاعده و طالب بکشانن. اینا مسجد نیست، بلکه اونا لانه و آشیانه شیطان است، نامشه مسجد ماندن. ولی مردم ما باید بیدار شوه که ببینن که چی مکسر در اون مساجد. یعنی مردم ما باید بیدار شوه. البته مردم ما مسئول هم هست، بلکه که امی مردم هست که در اون مساجد پول میتن، حق و عضویت دارن، با مولا پول میتن، با مسجد پول میتن. اگر مسجده، اگر اینو میبینن که مسجد با خشونت هست و پول میتن، اینا در اون خشونت
شاید صحیح هستن. اینا باید رای خود عوض بکنن، درست بکنن. به نامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام احترام تقدیم می کنم آقای وسیم. سلام برادر محترم. بسیار تشکر از پروگرام های بسیار دلچسب و آموزنده شما. خواهش میکنم. من شما یک خواهش دارم، اگه امکان داشته باشه که وطندارای ما را تشویق کنیم که قرآن عظیم الشان اگه به عربی خوانده نمیتونن ترجمه شو پیدا کنن. او گفتار شما با مطالعه آنا که در خانه باشه فکر میکنم تاثیر زیادتر داره. حتما. بسیار تشکر، بسیار لطف کردین. بله بله بفرمایید. و دیگه ما یه خواهش از امی آقای خراسانی دارم. خب این مسئله شخصیش است که توهین به دین مقدس اسلام میکنه، اما خواهش من از آقای خراسانی است که میاید پروگرامای شما شرکت میکنه بعضی وقتا، اما از معلومات داشته باشه از قرآن عظیم الشان، از دین مبارک اسلام، از دیگه دینا، و در اون وقت اگر کدام چیزی خرابی دیده در قرآن عظیم الشان، در گفتار خداوند جلال شان او، در حکام مزو، باز او وقت دلچسپ می باشه که آقای خراسانی به این بگوی ولی نی در دین شما اینه تا یک پس این می خرابی سید خوب نیست. و دیگه آقای خراسانی را خواهش میکنم با آقای عقاسی ما بی اندازه لذت می برم از گفتار شما و خوشتن از آقای عقاسی که آدم بی اندازه رسیده دانسته است، بسا میروان، بسا عاقل داناست و خداوند ایره ایت یک منطق داده. ما می گرویده منطق آقای آقاسی است. همین آقای خراسانی چیز کوشش کنه که کمک احترام لازم است. احترام حتما باید باشه. بلی حتما. بسیار تشکر. خواهش میکنم. دیسی قرآن عظیم الشان حتما تشویق کنیم وطندارای ما را. و دیگه کسایی که شرکت میکنن بعضی وقتا یک خانم آمد یک روز که مثلا در ایسیمیت چطور است و در قرآن چطور، من متوجهشون مطالعه نداشت، مطالعه ای کاش مطالعه داشته باشدم یک کمه که چیز است معرفی شده باشه با احکام الهی در قرآن عظیم الشان، باز بیای نظر خود بگوی وقت امکان داره دلچسب باشه. کاملا. بسیار لطف کردین. خواهش میکنم. خدا نگهدارتان. بسیار تشکر. مامان خدا. برادر ما یاد کردن از قرآن که مثلا صحبت میکنم، حالا نیم ساعت پیشتر مثلا می تشویق کردم دوستان که باید قرآن بخونن تا در محافل ختم قرآن سرش تفسیر میکنم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام برادر محترم، خوب هستید؟ خوب هستیم. سلامت باشین، زنده باشین. پیشتر شما بسیار جالب گفتید که مردم مسلمان مردم احساساتی و هیچ وقت یک چیز با منطق و سنجش اینا ارزیابی نمی کنن. فقط همو حرف است که میگه دینی تا گربه برد پشت گربه میده و بدون از اینکه یک دفعه تست کنه روی خود که آیا دروش دینی وجود داره یا نه. نه همه البته داریم، مسلمان های خوب شکر داریم، اما یک تعداد زیاد. بله من مثالش هم میگم، شما فکر کنین پوین کردن به اسلام احساسات بود که وقت کارتون پیامبر کشیدن تا کدام منطقه تا منطقه اوتخیل و پلچرخی و کجا نفر ها کشته شد. در پاکستان تقریبا 89 نفر در مظاهرات کشته شد. مگم اگر یک ملا پوین به اسلام بکنه هیچ آب از آب تکان نمیخوره. اول مثال اخیران یک کلب برامونه که من شنیدم، شما هم شاید شنیده باشین، از آقای حیات الدین یک ملای است در مزار شریف، همون ملایی که گفته بود بله خورده بود. او آقا توهین بزرگتر از او کرد، گفت وقتی که پیامبر تولد می شد در وقتی که تولد شد وقتی از وجود مادر جدا شد، یعنی از رحم مادر وقت برآمد نماز خوند، کلمه خوند. بله از این یک مولانا در افغانستان، خود افغانستان خود یک
فکتری چیز داریم پرویستا که جور کردن حال بنام وسال حد یا چیز ملاهای جایی رو روی جمع شد یکی چک صدا نکشید این داکترهای داکتر نیازی و داکتر نمیدارم دایی و غیره و غیره که امی گفت چطور امکان داره این توهین با پیغمبر است گفت که اونه چیز شد که به برمت سجده کرد بله از این چیزای مزخرف زیاد گفته او در حالی که هنوز نماز کشیده شده بود به شکل اصلا هنوز خود پیامبر مسلمان نبود پیامبر نشده بود ولی خب گفتم این مزخرفات است که آوردن چیز بله مثل از این کارم کارتونی پیامبر رسم کنم تا در واقعا به شکل اما یکی نخیست مزاخره نکدی بله 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 ببینید نادانی بد چیز است واقعا مردم ما اول نادان و دوم خوشباوری مردم چرا من میگم که خوشباوری مردم تا از خوشباوری نبراین ملا اصلاح نمیشه ملا هر چیزی که بگویه مردم میشنوه و ای چیزام نمیگه باید چیزی که معقول نیست عقل سلیم انسان قبول نمیکنه باید با ملای خود صحبت بکنه مردم بتانن که اصلاحش بکنن اگر اونو ملا هر چی گفت مردم شنید واضح است که ملا اینم قدر به حیا میشه که هر چیزی که بخوای همین ملا را که شما گفتین از این چیزای مزخرفات زیاد گفته دیگه بله کاملا بسیار شما ببینید که افرادی که زیر پای روششتن در منبرش گوش میکنن دل آدم بر از آن بیسوزه که جوان ها اینوزیشان زایی میشه شیستن دانشان واز مانده و فکر میکنم از این سر شب تا به صبح و صبح تا به شب به فکر او رستن آن دیگه هیچ چیز فکر نمیکنم متاسفانه بالا متاسفانه بلی یعنی او جوانم بیشتر میاد کردم اشاره کردم که مسلمان های ما خودشان مسئول است از این ناحیه برزی که اینا باید دانشان واز نمونه نشنون هر چیزه باید یک چیز ملای خدا وادار بسازن که از قرآن برشان صحبت بکنن ملای خدا وادار بسازه که چیزی بگه که معقول است حتی چیزی که معقول نیست باید ملای خدا استاد بکنن که همین چیز را گفتی در کجای قرآن آمده وقتی قرآن اینا چرا از قرآن یا صحبت نمی کنن اگر یک آیه قرآن هم میگن میرن بر روایات غرق میشن و اونجاست که مردم ما با مسئولیت اگر شما ملاد اسلامی شد در غیر از او ملاد اگر واضح است که اونمو خرافات خود پخش کرده میره هر جایی که بخواهن بتانن بکنن آه دیگه بابا خاطر است که اگر از قرآن حرکت کنن آه دیگه بلی مردم بیخبر است بلی 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 هم تطمیر هم میتونه است بسیار تشکر از شما خواهش میکنم خدا نگهدار برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید سلام محترم مقیمی سلام خواهر گل چطور هستین بفرمایید برادر عزیز ما قبل از این برادر ما که بودن و عزیز برنامه سزایی منو ما از خونه کاری که یاد میگیم که چرا ما خود از زبان خود تاریخ میکنیم از آقای سانفلای ما داریم ما آقای بسکه داریم ما جایاره داریم آدمای بسیار باقن و باشوش و همه چیزی که دوگرانه دارد ما افغانه هم داریم اما مطمئن دارم که ما افغانه قد افغانه خود نمی خوامیم در من سوال پیدا می شکل چرا یک نفر که از یک مملکت دیگه از بیاد جامعه افغانی در حالی که در خود امیر لاسنجلس ساده چرا تلویزیون ایرانی وجود دارد چرا برنامه‌هایش هم به تلویزیون خودش هم نیست چرا ایلان های جانی ندارن که ایلان های افغانی دارن در این سوال پیدا میشه که what is going on چی دقیق نقیه افتیار میشیم باید بکنیم باید بسره پرستجوی کنیم که خود یک نفر هست تصدیل کرده هست تصدیل خود امروز امی و امی قسم آدم هست که وطن ما رو ببینیم ما در خیال هستیم و همچنان گفتن که خانم که ما راجی به مسیحیت نمیستان رو دفته من همه ادیان خوندیم آقای وسیخ در محترم امروز یک مسیحی افغان مسلمان قبول نداره هیچ صورته میخونی چی میدون؟ بلی بلی اگر قبول میداشتن یا یک یهودی مسیحیت رو مسلمان قبول نداره اگر قبول میداشتن امروز دنیا گل و گلدار امروز جنگ های جهانی که در دنیا هست بر چی خاطر است؟ بخاطر نمی مذهب دین است امروز بخاطر نمی مذهب است که میرن مشنری ها در تمام جهان و میخواین که مسیحیت پخش کنن و از این طرف جنگ شروع میشه
این ما نمیخوانیم که ماکای همین خدای کوکای بزرگ ما کمیان صحبت کردن. ما همه مسائل میخوام ما دستشان رو میپوستم، دوستشان دارم، احترامشان دارم، یک افغان ما هستن. اما ما یک چرا باید از اخر خود کار بگیریم، خیار شدیم بخوابیم که یک خارجی که میاد افغانه در تلویزیون افغانی افغان ما نیست. آقای وسیق اگر مثلا امروز من رو بسیام بزنم به مدرم از افغان من، من درکش میکنم، من رو درک میکنم. اما یک خارجی امروز سر ما بزنس میکنم، این میگه ما باید یک ذره یاد بگیریم و بفهمیم. تشکر خورگل، خواهش میکنم، خدا نگهدارتن، با ما نخوره. ببینیم که امی مطلب را که مسئله مسیح و اینا را یاد کردین و گفتین که مسلمان را قبول ندارن. خب هر دین آزاد هست، امی آزادی برای انسان داده. ما مون را قبول نداریم، از نظر دین قبول نداریم، مسلمان ما به می خاطر مسلمان هستیم، اما احترام داریم برایشون، اما مراوده داریم برایشون، میشینیم و میبینیم و نزدیکی هایی که من پیشتر اشاره کردم به این معنا که میتونه ماها را نزدیک به هم بسازه، ما را به هم نزدیک بسازه تا بتانیم که یکی دیگر را درک بکنیم، احترام بر یکی دیگر داشته باشیم. ما میتونیم عقاید خود را تبلیغ بکنیم، همی مشترک بگذاریم عقاید خود را، عقاید از اونا را میشنویم، اشکال نداره، عقاید از اونا را ما میشنویم، ما از اونا از ما را میشنون، یا به هر جایی که اونا فردن میشنن یا شما یاد کردین که میرن، خب میرن تبلیغ خود را میکنن. بله تبلیغ چیزه بد نیست، البته حالا ببینید پیامبر خدا که قرآن کریم امر میکنه که یعنی وظیفتو و ما علیک الا البلاغ، وظیفتو نیست جز تبلیغ، امیر باید برسان، تبلیغ یعنی رساندن حقیقت. یعنی ما امروز که من امروز فردن در تلویزیون هستم، امی یک نوع تبلیغ است دیگر، یعنی من میخوایم پیام را برسانم، امیدوار هستم که تا جایی که در توانم هست قرآنی صحبت بکنم، از لابلای قرآن کریم صحبت بکنم که امی حقیقت را شاید بینندای محترم ما، افغانای عزیز ما، همزبانای عزیز ما شاید آگاه نباشن، امی باید برشان برسه، آگاه شوند. پس وقتی که ما حق را داریم، باید بر یک مسیحی، باید بر یک یهودی، باید بر یک زردشتی یا به هر گروه دیگه هم این حق را بدیم که اگر میره یک جای تبلیغ میکنن، بله او میره تبلیغ خود میکنن، اما ای که مربوط ما هست که ما چه قسم احترام نگاه میکنیم در بین یکی دیگه و میبینیم که چقدر چیزهای ما مشترک است. بسیار چیزها بین مسلمان و غیر مسلمان مشترک است. چرا؟ به نظیر که خدا یک خدا هست، خدا یک خدا هست. بیننده ما که اگر آگاه باشن، شاید 6 ماه هست که من برنامه دارم به تلویزیون پارس، اونجا برنامه رو به یوتیوب گذاشتیم، ما 5 نفر در پنل میشینیم، یک یهودی است، یک زردشتی است، یک بهایی است، یک مسیحی است و ما ملیس مسلمان، هر 5 ما میشینیم با هم دیگر صحبت میکنیم، نظرات خود را رد و بدل میکنیم. وقتی که همین پنجشنبه که گذشت، روزای پنجشنبه درست بیشتر که گذشت، در مسئله سرنوشتی نا صحبت بود که ما سر از اون صحبت کردیم، یعنی نظرات خود هر پیرو و هر دیانت صحبت میکنه. البته این برنامه به یوتیوب میگذارم، برنامه ها را میتونن دوستا اگر بخواهند ببینن، برنامه همین نام ما را نشره بکنن، یا ایست که اونا را به هم علایده گذاشتیم به یوتیوب که زیر نام معرفت و همزیستی، به فارسی اگر نشته کنین معرفت و همزیستی، تمام برنامه ها میه. یعنی اینا رو ما باید داشته باشیم با شناختی از یکی دیگه تا بتونیم که به یک جای برسیم. برنامه خب تا ای که ما یکی دیگه خود درک کرده بتونیم، یکی دیگه خود بشناسیم، یعنی یکی شناخت است، احترام و رسپکت به اصطلاح، احترام و اینا رو داشته باشیم، و یکی قبول داشتن یکی دیگه است. یکی قبول نداریم یکی دیگه رو، ولی دین یکی دیگه رو قبول نداریم، اونا رو منعیسی یک انسان، منعیسی یک هم نوی ما، ولی قبول داریم، منعیسی یک ست زنده امریکا هستیم، ولی کلی یکی دیگه رو باید قبول داشته باشه. اما خوب بازی است که اونا پیرو قرآن کریم نیستن که ما اونا را به نسیق مسلمان قبول بکنیم، یا ما پیرو بایبل نیستیم که قبول بکنن اونا، اشکال نداره، منتها رسپکت احترام ما باید ما مراد کرده باشیم. برنامه تفاهم در پرتاب قرآن بفرمین.
سلام علیکم، آوازتان بسیار غژغژ میکنه، اگر دوباره یک بار زنگ بزنین. تلفنتان بسیار معلومه شک وضعش خوب نبود، یک بار دوباره زنگ بزنین، من میشد درست شد کنکشن. بله برادر ما یاد کردن در مورد قرآن که اگر من بتانم دوستان تشویق بکنم که آرزوی ماست و همیشه کردیم، نیم ساعت پیشتر 45 دقیقه پیشتر من این صحبت کردم که ما باید قرآن بخوانیم بفهمیم. البته کلام امیدوارستم برنامه میره اگر قسمت اولشه بینه ساعت اولشه که ما با یوتیوب میگذارم میتونن درکش بکنن، اما قرآن کریم کلام است که ما بسیار باید بفهمیم، پیام است انشالله که ازش بهره مند میشیم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. بله بله بفرمایید. بله بله آوازتان معال بسیار درست و واضح روشن، خواهش میکنم. سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید. نظر ما در باره دین که بخوام بگویم که همی دین است که بشر در بشر بسیار تفرقه انداخته، بسیار زیاد ما رو جدا کرده، انسان ها رو دیگه دیگه جدا کرده، مثل یک پل، مثل نجات پرستی. و همی دین در تاریخ است که زیادترین کشتار انسان ها در وقت مذهب بود، در وقت دین است. بله همیال دامین افغانستان زیادترین مردم که کشته میشه به خاطر دین است، و همیال به تمام کشورهای اسلامی که زیادترین کشته میشه به خاطر دین است. متاسفانه تا مردم های دیگر یا به اصطلاح به دین دیگر کردن از دین استفاده میکنن، توسط همین دین ما کشته میشیم، انسان ها کشته میشه. ایناره به نظر من و جایی که کار میکنم مثال میدم، تا وقتی که کس نمیفهمه که من از کجا هستم، از در کدام یعنی در کدام مملکت تولد شدم، با کدام دین هستم، من از به دیگر رقم میبینم. البته بسیار احترام دارن، ایجا من نمیگم که یا مثل مسلمان ها وری بستر فوراً بله. اما مثالش برسن میدونم که فرق داره. بله. اما میبینم که وقتی که خود از ای چیز معرفی نمی کنی مردم ده قسم درست از نگاه اما تاریخ زیادتر میبینن از نگاه عمل فعلا، اما می دین است که مورد سال از اکی دیگر جدا می سازه. می مسئله شیعه و سنی، مسئله عیسوی و مسلمان و جو شیعه کلش یک یک تفرق اندازی است، یک جدایی بشر هم نوعی بشر هست و زیادترین کشتن هم در وقت مذهب است. متاسفانه مذهبی ها زیادترین کشتر انسان ها در وقت تاریخ ها رو بخونین که زیادترین کشتر در چی وقت از وقت نبی مذهبی هستن. با تاسف خواهش میکنم، بسیار لطف کردیم، خواهش میکنم، خدا همراهتان باشه، برای شما همچنان خدا نگهدارتان، با من خواهد. بله خوار ما درست میگن، ما فقط یک چیز میخوایم علاوه بکنم و ویست که یکی دین است، یکی دیندار است. و من به میخاطر است که تب و تلاش زیاد میکنم که اگر من بتانم که همی دو مشکل را که خوار ما یاد کردن، یکی جدایی که مندادن، تفرقه و جدایی، همی دین گفت باعث شده. دین ببینید که دین خودش هیچ وقت دین اساسش قرآن کریم باشه، قرآن کریم هیچ وقت می جدایی را نمیداده. امی آیه را که من خدمت شما خواندم، خدمت بیننده محترم، آیه 13 سوره حجرات که گفتم شما را خداوند می فرماید که از قبایل مختلف و شعب و گروه های مختلف ساخته، لتعارفو تا یکی دیگه تان بشناسین، یعنی همی جدایی ها برطرف شوه، بشناسین یکی دیگه تان، همی خلایی که بین شما و اونا هست، همی خلا از بین بره، نزدیک شوین با هم دیگر، کلچر یکی دیگر رو بشناسین، دین یکی دیگر رو بشناسین، زبان یکی دیگر رو بشناسین. و بهترین شما هم ایران خدا نمیگه که شما که مسلمان هستین بهترین هستین، مسیحا با درجه دو سا، یهودی ها با درجه سه، نه، میگه بهترین شما کسایی هستین که خوبترین شما کسا خوبترین شماست یا متقیترین شماست، اونا بهترین است. میتونه بهترین در مسیحا باشه، میتونه در هندوها باشه، میتونه در باهایا باشه، زردشتیا، یا مسلمان یا شیعه یا سنی. پس ما باید بهترین شیم تا بهترین در نزد خدا باشیم. واقعا پس این جدایی را قرآن کریم رای علاج برش داده داره، وویست که انسان ها به سوی کتاب خود بیان، برای که خدای ما یک خدا هست،
چرا ما دشمن باشیم با یکی دیگر؟ کاملا خواهر ما درست میگه. امروز از طول تاریخ در مسیحیان هم بیکارشتا جنگای صلیبی میفهمی که اصلا جهان رو به اصطلاح خون گرفته بود. کی بود؟ خب این دیندار هاست. در جنگ های انحلال مسلمان ها شروع کرده و شما فکر میکنین که مسلمان ببینین چی میکنه در جهان امروز؟ و مسلمان هم مسلمان خود را ده برابر بیشتر میکشه از اینکه یک غیر مسلمان مسلمان بکشه یا تیارات ناتو اینا بکشه. ده برابر مسلمان مسلمان میکشه. یعنی این جهوی وحشت است که امروز در جهان است به نام دین و خواهر ما. کاملا درست میگه کشتار وحشیانی که است. قرآن خب من میگم که بر سوی کتاب خدا نزدیک شوند، همین مطالب باید برطرف شود. چون یا دشمنی ها را دامن میزنن و در پلوی دشمنی ها نفرت ها تعصبات را دامن میزنن و همین تعصبات است که انسان ها را به هلاکت و فلاکت رسانده. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. وقت ابراهیم آرستون یک سوال دارم. بفرمایید. بفرمایید. سوال من بسیار ساده است. همین دین ساخته خداوند است یا بشر؟ بسیار تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتان باشه. بر شما هم چنان. دین ساخته بشر است یا خداوند؟ خدا نگهدارتان باشه. بسیار تشکر. سوال خوبی تان. ببینین دینی که قرآن کریم یاد میکنه آیه 19، چون وقت ما کم است، آیه 19 سوره آل عمران یاد میکنه که این دین عند الله الاسلام، دین در نزد الله تسلیم شدن به خدا هست. این دین را که امروز این تشریفات و مذاهب و این مسائل را که ساخته، چیزی که در ما منعیس مسلمان قرآن کریم همین تشریفات را نداده است، قطعا نداده در همین تشریفاتی که امروز ما البته تا حدودی البته که قرآن لازم دیده بر ما گذاشته، اما دیگه ایشه بشر ساخته بنام از اینکه پیامبر خدا گفته که کاره بکو دسته ایتور کو پای تیتور بانو دسته تیتور بانو تمام اینا ساخت بشر هست، شکی درش نیست. اما در اصل دین یک روش یا یک کاملترین روش زندگی که انسان ها بتانه از او پیروی بکنه، بهترین انسان در دنیا با خود و با فامیل خود و با دیگر را باشه و در آخرت هم بهترین انسان باشه و مورد لطف و مرحمت خدا قرار بگیره. اون روش است که خدا در کتاب خود گذاشته که ما از او باید پیروی بکنیم. اما این تشریفاتی که در بین مسلمان است امروز ما نداریم، اما این تشریفات در قرآن کریم ما نداریم. یعنی این دین عند الله الاسلام که میگه دین در نزد خدا اسلام، یعنی تسلیم شدن به خدا هست. هر او کسی که تسلیم خدا هست. اینجا البته یک بحث زیادی است که باز در آینده انشاءالله صحبت میکنیم که یعنی اگر در هر پیرو هر کتاب هستین شما، اما تسلیم خدا هستین، انسان خوب هستین و روابط خوب با دیگر را دارین، پیش خداوند محترم و قابل قدر هستین. خطای ما روشن و وقت ما پوره شده. من یک دقیقه بعد برنامه را تمام میکنم. انشاءالله که میتونم خطایتان را در هفته آینده بگیرم. متاسف هستم که حال نمیتونم. در امان خدا باشین و هفته خوب و خوش و با سعادت داشته باشین. بتونیم در خدمتتان در هفته آینده باشم. خدا نگهدار همه‌تان.